پرژن BMS تقدیم می کند. کاوشی در تعصب. بحث ما درباره تعصب به تعصب مذهبی و وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران رسید و بعضی از محدودیت‌هایی رو که اقلیت‌های مذهبی در ایران باهاش روبرو هستند بررسی کردیم. اما قبل از ادامه بحث و قبل از اینکه تحت فشار بودن اقلیت‌ها رو طبیعی یا گریزناپذیر تلقی کنیم، خوبه گاهی از خودمون بپرسیم منصفانه بود اگه این محدودیت‌ها در جایی از کره زمین بر علیه خود ما اعمال می‌شد؟ با نظرتون موافقم بهزاد خان. حقیقت هم همینه که هر دینی که در کشوری دین اکثریت مردمه، در یه نقطه دیگه از زمین ممکنه دین اقلیت باشه. اگه میخوایم که با ما منصفانه رفتار بشه، خوبه که با دیگران منصفانه رفتار کنیم. دیدیم که اقلیت‌های مذهبی رسمی و غیر رسمی در ایران با محدودیت‌های متعددی روبرو هستند. به عنوان مثال، خدمت در دادگستری و سازمان‌های امنیتی و همچنین مدیریت مدارس دولتی برای اقلیت‌های مذهبی به استثنای مسلمانان اهل سنت ممنوعه. در مورد استخدام در بخش دولتی هم معیار التزام عملی به اسلام و داشتن اطلاعات اسلامیه. اقلیت‌های مذهبی فقط میتونن در رده‌های پایین‌تر دولتی خدمت کنند که البته بهائیان از این مورد استثناء هستند و به کلی از خدمت در بخش دولتی ممنوع هستند. به هر حال کارمندای دولت از هر دینی که باشند، در صورت عدم رعایت اصول و موازین اسلامی مشمول مجازات میشن. خدمت در ارتش هم طبق قانون اساسی خاص کسانیه که به اهداف انقلاب اسلامی ایمان دارند. با این حال هیچ کدوم از اقلیت‌های مذهبی از خدمت سربازی معاف نیستند. طبق قانون افراد غیر مسلمان حق ندارند در نیروهای مسلح در مقام افسر موافق مسلمان‌ها خدمت کنند. غیر مسلمانانی که تحصیلات دانشگاهی دارند میتونن افسر وظیفه بشن، اما نمیتونن به عنوان افسر نظامی حرفه‌ای وارد ارتش بشن. اقلیت‌های مذهبی طبق قانون نمیتونن به مقامات ارشد دولتی و ارتشی برسن و از احراز کرسی نمایندگی در نهادهای انتخابی هم محرومند. بجز در مورد 5 کرسی از 290 کرسی مجلس که 2 تاش مخصوص مسیحیان ارمنیه، یکیش مخصوص مسیحیان آشوری، یکی برای نماینده کلیمیان و یکی هم برای نماینده زرتشتیان. بهائیان هم با وجودی که تعدادشون چندین برابر سایر اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمانه، به کل حق داشتن نماینده در مجلس یا سایر نهادهای انتخابی رو ندارن. مسلمان‌های اهل سنت کرسی اختصاصی در مجلس ندارن و میتونن در نهادهای انتخابی عضو بشن. عموماً هم با رأی جوامع اهل سنت انتخاب میشن. همه اقلیت‌های مذهبی میتونن در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدن، اما هیچ کدومشون، حتی مسلمان‌های اهل سنت، نمیتونن رئیس جمهور بشن. دیه مسلمان و غیر مسلمان طبق قانونی که اخیراً به تصویب رسیده برابر اعلام شده. اما این برابری شامل بهائیان و جمعیت صائبین مندائیان نمیشه. بهائیان و پیروان سایر ادیان و مذاهبی که مورد شناسایی قانون اساسی نیستن از عمل آزادانه به فرایض مذهبی خود محرومن. دولت بهائیان را از تعلیم دیانت بهائی و انجام فرایض اون ممنوع کرده. در مورد تحصیلم، پس از یه تغییر سیاست کوتاه مدت در سال 2007 که ثبت نام در دانشگاه برای بهائیان آزاد اعلام شد، دولت دوباره به روال قبلی خودش برگشت و حالا بهائیان دوباره باید برای ثبت نام در کنکور ورودی دانشگاه دین خودشون رو دینی غیر از بهائی اعلام کنن و چون بهائیان بنا به اعتقاد خودشون نمیتونن مذهب خودشون رو انکار کنن، از ثبت نام در دانشگاه ها محروم هستن. Thank you.
به گفته وزارت دادگستری، اگه در مرحله پذیرش و یا در جریان تحصیل معلوم بشه که دانشجوی باهائیه، باید از دانشگاه اخراج بشه یا از ثبت نامش خودداری بشه. از طرف دیگه پذیرش داوطلبای کنکور منوط به قبول شدن اونها در امتحان علوم دینی اسلامی یا مسیحی یا یهودیه، ولی امتحانی بر اساس اصول دیانت بهایی تنظیم نشده. بهایی‌ها در بسیاری از موارد از دریافت خسارت در قبال آسیب جسمی یا موقعی که قربانی جرمی شدن محروم هستند و نمیتونن مالی رو به ارث ببرن. ازدواج و طلاق بهایی‌ها هم به رسمیت شناخته نمیشه، هرچند که دولت گواهی محضری رو به عنوان گواهی ازدواج قبول میکنه. با اینکه دولت تأسیس مراکز اجتماعی و انجمنهای خاص فرهنگی، اجتماعی، ورزشی یا خیریه با بودجه خصوصی رو برای اقلیت‌های دینی مجاز میدونه، اما جامعه بهایی رو از تشکیل اجتماعات رسمی منع و تشکیلات بهایی رو تعطیل اعلام کرده. اینا تازه فقط بخشی از محدودیت‌ها و فشارهاییه که در اثر تعصبات مذهبی بر اقلیت‌های مذهبی در ایران وارد میشه. فهرست این محدودیت‌ها و فشارها هنوز ادامه داره. بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران رو هفته بعد باز هم در این برنامه ادامه میدیم. تا هفته آینده و برنامه‌ای که در اون موقع تقدیم حضورتون می‌کنیم، خدا نگهدار.